آیتویدی در مورد همین موضوع، یعنی خلاصه اون نقشی که عنصر اجتماعی هم آقای سامه هم الان اشاره کردن در ارتباط با همین موضوع نمایش انتخابات رژیم، یعنی عکس العمل جامعه، شما چه نکته‌ای دارید، توضیحی دارید؟ ببینید این وضعیت رو که به خوبی توضیح دادن خودشون، نکته‌ای که به نظر من میرسه این هستش که از قیام دیماه 1396، قیام‌های دیماه 96 که بعد حالا در ادامهش آبان 98 رو هم داشتیم، یک تحول خیلی بزرگ و غیر قابل برگشت در صحنه اجتماعی سیاسی ایران ایجاد کرده، عطف به شرایط عینی و انفجاری و موقعیت رژیم که به اصطلاح دیکته میکنه به اینجور بازی های سیاسی رژیم قانون قیام رو، قانون سرنگونی رو. جالبه که در همین یک ماه پیش فکر میکنم بود، یکی از روزنامه های رژیم یه تحلیلی کرده بود، بررسی کرده بود که این اون موقع بحث از این بود که چند تا پاسدار میخوان بیان ثبت نام بکنن، پاسدار سعید محمد میخواد ثبت نام بکنه، فلان پاسدار باقری میخواد ثبت نام کنه، کی میخواد بیاد ثبت نام کنه. یعنی یه تحلیلی کرده بود، گفته بود که توی بحثای خودشون که جناح محافظه‌کار به قول خودشون، یعنی وحوش به اصطلاح فوق ارتجایی اوزه و باندای غارتگری مثل مؤتلفه و مثل به قول اونا جامعتین و اینها، اصلا حاضر نیستن و نمیتونن به نظامیان صحنه رو واگذار کنن. حالا اون در به اصطلاح جنگ قدرت و غارتی که بین خودشون هست اینو آورده بود. و بعد آخرش یک جمله ای داره و اینکه میخواد پیچ پچه رو بس پیش اومده اینو تحلیل میکنه، یه جمله ای داره، اجازه بدین من این تیکش رو بخونم. میگه که نه جمعیت هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، روزنامه ابتکار است فکر کنم 20 اردیبهشت یا 19 اردیبهشت نوشته بود، میگه که جمعیت هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، نه جمعیت هیئت مؤتلفه اسلامی دلخوش از گشاده دستی به نظامیان است و نه انتخاب یک رئیس جمهور نظامی مطلوب جامعه مهندسان است، جامعه اسلامی مهندسان است، و نه مطلوب به قول خودشون جامعتین. بعد میگه که اگر این صحبت پیش اومده، این ناشی از اجباری استراتژیک بوده است که البته ریشه این اجبار را باید در دیماه 1396 و آبان 1398 جستجو کرد. رویدادهایی که روند سیاست ورزی در جامعه ایران را به طور کلی دچار دگردیسی کردند. با این اوصاف و با توجه به عدم قرابت نامه‌ها و جریان‌های مطرح و جریان‌های نام آشنای دست راستی، باید در انتظار فردا و فرداهای یوم الفتح نشست و ملاحظه کرد که شکاف‌های موجود کجا و چگونه و به چه شکل دهان باز میکنند. میگه که این دوتا قیام که اتفاق افتاده شکافهای توی دستگاه رو توی بازی خودشون رو داره میگه، یعنی بین باندای خودشون داره میگه. میگه این قیامها به طور استراتژیک چیزایی رو به اینا دیکته میکنه و اینا رو دچار تحول میکنه. این از یک بابت. به همین دلیل شما شاهد همچین سیرکی هستین. یعنی الان فرض کنید از یک باند غالب شما در نظر بگیرید چه تعداد زیادی اومدن، از اون ورم مثلا میگن یه باند دیگه یه تعدادی اومدن، ضمن اینا قاطی هم دیگه هم شدن، از این باند به اون باند رفتن. به قول آقای سامع از اون یکیایی که یک زمانی که اصلاح طلب بودن و این چیزا، اونا که اصلا خبری ازشون نیست و اگر هم باشه هیچ شانسی ندارن که بیان. یعنی در واقع اون ماده و اون شعار به اصطلاح برتر و استراتژیکی که قیام 96 رو که میگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، واقعا ماجرا تمومه. یعنی ماجراهای اینجوری رو قیام ها عوض کرده، به هم زده. در نتیجه
همین پدیده ای هم که الان آقای اسامی روش انگوش گذاشتن در اون یادداشت سیاسی به درستی و به حق، ما اصلا واکنش ها غیر از جریان های سیاسی، غیر از مقاومت سازمان یافته که از 30 خرداد به بعد تحریم کرده، ما از دل جامعه مثلا فرض کنید یه پدیده بسیار شگفت، الان خانواده های شهیدان 1500 شهید قیام خودشون جریانی از تحریم هستن، یعنی مطالبه خون شهدای خودشون رو در تحریم نمایش انتخابات رژیم میبینن و فعالانه دنبالش هستن، همچنان که در کف خیابون از جریان‌ها و اعتراضات و تظاهرات انصافی بازنشستگان که صندوق بازنشستگی رو رژیم غارت کرده به خیابون میان، شعارشون این هستش که از بس دروغ شنیدیم رأی نمیدیم. یعنی جامعه نه تنها دیکته میکنه، یعنی در واقع ما میگفتیم همیشه که این بحران‌های بالای رژیم، این کشاکش‌های بالایی النهایه ناشی از پایین و از ناشی از تضاد بین ضد خلق و خلق و بین رژیم و مقاومته، الان ما به وضوح شاهد عمل کرده این هستیم که بحران‌ها و مسائل در این جنگ قدرت و قارتی که در بالای رژیم هست پایین جامعه بهشون دیکته میکنه. به قول خود این روزنامه به طور استراتژیک، اجبار استراتژیک اسمشو گذاشته تو گیومه، اینا رو دیکته میکنه که بیان این بازی ها رو و این پاسدار سرتیپا رو و این آخونده رو و این طیف وحشی به قول خودشون هزار فامیل رو بیاندازن وسط این سیرک. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اجازه بدید نوبت رو بدیم به دوستانی که با ما در تماس هستن. از آلمان حسین رو همراه خودمون داریم. سلام میکنم به برادرمون حسین، خواهش میکنم بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای رفیعی. سلام قربان شما. حضور مهمان بسیار گرامی جناب آقای توحیدی و آقای سامه. من به صحبت های آقای توحیدی و آقای سامه به دقت گوش کردم، والا چیزی برای افزودن در رابطه با این موضوع نداشتم، منتها من میخواستم یک نکته کوچیکی رو مطرح کنم و از دل اون بعدش یک سوالی رو مطرح کنم. موضوع این هستش که ما همونطوری که شاهد هستیم، خامنه ای در فکر کنم پیام نوروزیش بود که اومد این موضوع رو مطرح کرد که ما میخواییم که انتخابات دو قطبی نباشه، نماد وحدت باشه از این حرفا، و فکر کنم اون موقع در فضایی که بعد از به هلاکت رسیدن قاسم سلیمانی اینا ایجاد کرده بودن، یک مقدار گر گرفته بود که بتونه از این شرایط برای خودش یک موقعیتی رو ایجاد بکنه. الان اما شاهد هستیم که اون دولت جوان حزب اللهی که مد نظر خامنه ای بود و با تعاریفی که می کرد در واقع مد نظرش کسی بود که قابلیت های همون جلاد قاسم سلیمانی رو داشته باشه و آدم میتونست حدس بزنه که منظورش یا همین رئیسی در واقع این قاتل جوانان ما در تابستان خونی نشست و هش هستش، یا یک جلادی در این کادر که احتمالا این در رأس اونا بود. الان در واقع خامنه ای اومده در یک شرایط بسیار ضعیفی دوباره همون چیزی رو که این میخواست ازش فرار بکنه پیش روی این هستش، یعنی اگر نتونه رقبای این رئیسی رو حذف بکنه در واقع با یک شرایطی مواجه میشه مثل شرایط سال 88، منتها با این تفاوت که اگر ما به یه همچین شرایطی برسیم در واقع قیام شعله‌ور میشه، با این تفاوت که رهبریت قیام و به طور یقین دیگه جریان انقلابی و جنبش پیشتاز و کانونهای شورشی در پیش خواهند گرفت. از دل این نکاتی رو که من گفتم میخواستم اینو سوال بکنم که شما آقایون توحیدی و سامه این شرایط چطور میبینن؟ اگر خامنه ای موفق بشه که رئیسی رو به هر ترتیبی از صندوق رأی بیاره بیرون، آیا ما با شرایطی متفاوت در سال 88 مواجه میشیم اونطوری که من فکر میکنم که رهبریت قیام دست جنبش پیشتاز و کانونهای شورشی میفته، و یا اینکه شرایط رو شما چطور میبینید؟ اگر به این سوال من پاسخ بدید خیلی ازتون ممنون میشم. متشکر از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. بله، خیلی متشکرم حسین عزیز از تماستون. شما میگین، آقای سامه میگن. من آقای رفیع بفرمایید. من در
مورد مسئله قبلی یه نکته رو باید فراموش کنیم. بفرمایید. علاوه بر بازنشستگان، غارت شدگان در تظاهراتشون نه فقط این شعار دادن، بلکه خطاب به خامنه ای شعار دادن. یعنی گفتن میشنوی ما چی میگیم؟ و این هم یک نکته مهمیه، این هم سابقه نداشته. یعنی همیشه اینا رعایت میشده در جنبش ها. بله. مگر در قیام رو نمیگم، در جنبش های توده‌ای مطالباتی، منظورم اینه اینم اضافه بکنیم. و در مورد سوالم فکر کنم فریده از جواب بده بهتره. من سوال بسیار بسیار خوبی حسین مطرح کرد. ببینید الان شنیدیم توی پیامی هم که مسئول شورا داده بودند و خیلی خیلی روشن اینو فرموله میکنه. اگر خامنه ای بتونه و قطعا تمام ابزاری رو که در اختیار داره به کار خواهد گرفت، از شورای نگهبان گرفته تا رأی‌سازی و رقم‌سازی و بازی‌های این شکلی، اگر موفق بشه، چون معلومه که به اصطلاح در پی این هست، آدرس‌هایی که میده، حرفایی که میزنه، البته یه بار اومد گفت نه من چیزی نمیگم، ولی بالاخره خیلی نشانه‌هایی داده که به اصطلاح اون قاتل مجاهدین و این جلاد 67 مطلوبش هست که اینم کلمات اونو تکرار میکنه. اگر اینو بتونه در بیاره از وسط این به اصطلاح سیر که مربوطه، این قطعا یک شکسته براش، یعنی یک وضعیت ناگزیریه که به چنین جلاد منفوری تن داده، یعنی به اصطلاح ناگزیر شده و این انقباض رو به اصطلاح پذیرفته که وضعیتی رو برای سرنگونی و قیام فراهم میکنه که به اصطلاح از اون چه که کرده، البته در ناگزیری کامل با قیام و با سرنگونی رژیم، با انزوای کاملش از نظر اجتماعی، از نظر بین المللی، همه چیز بر سرش خراب خواهد شد، در این چیزی که خودش به دست خودش ناگزیر این کارو بکنه. کما اینکه در قتل عام، وقتی که قتل عام رو منتظری بینا توضیح میداد، میگفت شما قتل عام کردی خمینی، دست به این قتل عام زدی، که خب بعد از زهر آتش بس دست به این قتل عام زد و الا تعادل رژیمش رو نمیتونست حفظ کنه، منتظری بینا گفت شما با این کاری که کردین ولایت فقیه رو ریشش رو کندین و منفور کردین، چون منتظری خودش ولی فقیه بعدی بود خوب اینو اسم کرد. الان هم اگر این موفق بشه این کار رو کنه، یه شکست بزرگه، خودش رو با چنین وضعیتی در برابر کل جامعه قرار میده و قیامی که اتفاق چنین قیامی هم دیگه پاسخش در خودش هست. خود حسین میدونه که چنین قیامی رهبریش در دست چه نیروهایی و چه جهتگیری خواهد داشت. حال اگر موفق نشه، به هر حال در مجموع به اصطلاح بحرانهایی که رژیم باش مواجه، موفق نشه این کار رو بکنه و مثلا دیگه این شکست بخوره به اصطلاح در نمایش انتخابات، مثل موارد متعددی بوده که این خامنه ای علی رغم همه کارهایی که کرد آخرش در مهندسی خودش مثل که تن داد به روحانی، شکست تن بده. آره، خب اگر به چنین وضعیتی دچار بشه واقعا در وضعیت فعلی، اون وقت برمیگردیم به تحلیل شرایط خاص، تحلیل مشخص از شرایط مشخص. ببینید شرایط مشخصی هست که خامنه ای ناگزیر میبینه خودش برای مهار اوضاع به انقباض و سرکوبی در اشل و در سطح این قاتل، این جلاد. این که یک انتخاب به اصطلاح چیزی نیست، چون برای مانورهای خودش بازیهای دیگه هم نیاز داره، ولی الان وضع رو جوری میبینه که اینجوری میتونه مهار کنه. خب در چنین شرایطی خامنه ای در مهندسی خودش گیر بکنه؟ وضعیت عادی نیستش که، وضعیتی آکنده از بحرانه، آکنده از شرایطه که البته با به اصطلاح زهوار در رفتگی رژیم و شل شدن این پای مهندسی خودش، یعنی برهم خوردن میزش که البته با تمام قوا تلاش میکنه این کار نشه، در این صورت وضعیتی پیش میاد که احتمالاً با خونریزی کمتر، با به اصطلاح گسستگی های بیشتری در کل دستگاه، باز ما با قیام مواجه خواهیم بود. از اونجایی که همچنان که عرض کردم بعد از قیام ماه 96 و قیام آبان 98
خیلی متفاوت از قیام 88، خیلی متفاوت از قیام 88 که البته هر وقت از قیام اتفاق میفته دیگه از به اصطلاح نیروی خودش و رهبری خودش رو تعیین میکنه قیام. الان ما دیگه یه تجربه آبان رو داریم، آبان 98 رو داریم بعد از دی ماه 96. در صورتی که هر کدوم از این قیام ها اتفاق بیفته، به خصوص بعد از تجربه دی ماه 98، آبان 98 و این پروسه‌ای که کانون‌های شورشی به پیشگام شعله‌های قیام بودن و الان هم ادامه میدن و ادامه دادن و گسترش پیدا کردن و این یه پدیده ایست که در اوج خفقان و سرکوب و کرونا و تمام بازی‌هایی که رژیم در آورد، کانون‌های شورشی مشعل قیام رو و شورش رو نگه داشتن در ایران. در صورتی که رژیم دوچاره یک چنین گسستگی بشه و قیامی اتفاق بیفته، طبیعت اون رهبری و سمت و سوی اون قیام رو هم کانون‌های شورشی و مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران و نیروهای انقلابی در دست خواهند گرفت. امیدوارم جواب داده باشم به سوالی که حسین مطرح کرد. امیدوارم که حسین جواب سوالی که مطرح کردن رو گرفته باشن. اجازه بدید تماس دیگه‌ای داریم از سوئد. سلام می‌کنم به فربود، خواهش می‌کنم بفرمایید. بله، با سلام خدمت شما، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت برادر فرید و با سلام به همه کانونای شورشی قهرمان در سرتاسر ایران. خدمتتون که عرض کنم، این من میخواستم یه سوالی بکنم، ولی تا پرسیدن این سوال یه نکته رو اول بگم که این شعبده بازی و شوی انتخابات آخوندی که هر چهار سال یه بار میبینیم، چی میگن، با جدای از همه چیزهای دیگه که در از همه مسخره بودنش و از همه دجالگرانه بودنش و اینا که بگذاریم، یه تفاوتی با بقیه واقعا در ارتجایی بودن و ما قبل تاریخی بودنش، این نکته که دیکتاتوری ها معمولا یه قانونی براشون مردم مهم نیستن، قانونی هم که میذارن برای مردم نیست، بلکه دیکتاتور برای دستگاه خودش یک سری مقررات میذاره که همشون رعایت کنن تا به قول معروف سنگ روی سنگ بند بشه. این ولایت فقیه ارتجایی حتی قانونی که خودش برای خودشون هم رعایت کنن نداره، یعنی حکومت واقعا حکومت چماغدارا و حکومت عرازل و اوباشه، حتی قوانینی که میذاره برای خودشونم رعایت احتیاج نده نمی کنن. یعنی اصلا هیچ، چی میگن، فی الواقع قرون وسطایی و ارتجایی احتمالا تو قرون وسطا هم این مدلی نبوده. دیروز یکی از این سایت ها نوشته بود که توی طبق قوانین خود اینا، طبق قوانینی که خودشون برای بازی خودشون تصویب کردن، این هست که اون کسی که کاندید میشه اگه که یه مقام بالایی توی رژیم داشته باشه، باید از این مقامش استعفا بده بعد توی انتخابات شرکت کنه. حالا رئیسی رو آوردن کاندیدش کردن، رئیس قوه قضاییه هم هست، بعد اگه که توی این نتایج انتخابات اختلاف نظر داشته باشن و یکی هاشون بخوان شکایت کنن، باید برن به کی شکایت کنن؟ به خود همی رئیسی جلاد باید برن شکایت کنن. یعنی اینا حتی برای خودشونم، برای بازی خودشونم قاعده و چیز مشخصی ندارن، بلکه صرفاً گرفتن قدرت، چپاول کردن مردم، حکومت کردن با قتل و خونریزی و جنایت هست. این رو هم که همه این چی میگن، مردم ایران که همه 40 سال گذشته اینو میدونستن، ولی برای بقیه هم دیگه کسی اصلا ایش مسخره انتخابات و شوی انتخاباتی، شوی تبلیغاتی انتخابات رو جدی نمیگیره. ولی من میخواستم یک سوالی از برادر فرید بکنم در رابطه با خاصیت این انتخاباتی که اینا دارن. یعنی در تمام این سال‌های گذشته هر کسی که شده تدارکات چی به قول اون خاتمی خائن،
بقیه خود جناهای رژیم مراکز قدرت و اونه که نزدیک خامنه ای هستن بعد از اینکه انتخابات تموم شده خیلی رسمی اعلام میکنن که آقا اصلا رئیس جمهور چی؟ چه آشی چه کشکی؟ ما تحت فرمان خامنه ای هستیم. در مورد روحانی همینطوری بود، در مورد احمدی نژاد همینطوری بود، قبلش دوره خاتمی همینطوری بود. یعنی این که این ترتیب انتخابات رو میده، شعبده بازی انتخابات رو شروع میکنن، یک چیزی هم میکنن، ولی حتی توی دستگاه خودشون همین که انتخابات تموم میشه میگن که آقا کدوم رئیس جمهور، ما گوش به فرمان ولی فقیه هستیم. حالا این سری با نزدیک شدن سرنگونی محتوم اینا و با استیصالی که اینا دوچارش هستن، خود این انتخابات در رابطه با این که اساساً رئیس جمهور خودشون میگن که این فقط یه تدارکاتچی بیشتر نیست، خودشون اذعان میکنن به این که کاری نیست توی رژیم، خود توی این شرایطی که هستن ولی فقیه ارتجاع این انتخاباتو برای دم و دستگاه خودش آیا اساساً میتونه توجیهش بکنه برای این دستگاه از هم پاشیده خودش یا نمیتونه؟ من دیگه خیلی وقتتون رو نگیرم، مجدداً تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتین و پیروز و پاینده باشید. مجدداً با درود به همه کانونای شورشی، با درود به مجاهدین، با درود به برادر مسعود و خواهر مریم. درود بر شما فرود عزیز، خیلی ممنون. درود بر شما، پرسیدم بفرمایید. درود بر شما، خیلی متشکرم از نکاتی که گفتید. نکته اولم که نکته بسیار جالبی بود واقعا، از نمونه از تناقضات این بازیای سیرک انتخاباتی خامنه‌ای. ببینید، ما در تعریف انتخابات در رژیم آخوندی، انتخابات در تمام دنیا در هر جا که انتخابات هست و به اصطلاح به هر حال از حتی در همین دستگاه بورژوایی و مدل‌های موجود، به هر حال انتخابات یک چرخش قدرت هست و یک به اصطلاح تعاملی هست بین جامعه و کلاس سیاسی جامعه که درش به اصطلاح تداول یا تناوب قدرت اتفاق میفته و کسانی انتخاب میشن، برنامه های پیش میرن. در رژیم آخوندی طبعا این هیچ محلی از اعراب نداره، یعنی بین مردم و رژیم از 3 خرداد به بعد، حتی در قبل از 3 خرداد هم خمینی اجازه نداد، اگرچه نیروهای مختلف اصیل و ملی و انقلابی شرکت میکردن، ولی نذاشت، واقعا اجازه نداد به هیچ وجه که چرخش به اصطلاح تعادل و تناوبی صورت بگیره، مطلقا راه رو بست. بعد از 3 خرداد که علل اطلاق دیگه، حتی اون امثال مهندس بازرگان و اینها رو هم انداخت بیرون و دیگه چیزی باقی نموند و یک به قول خودشون یک بازی هست بین خودی ها، یه خودی هایی هستن و یه چهاردام نخودی. آقای هزارخانی بار این عبارت رو بکار می برد، خودی و نخودی، یه خودی هایی که میچرخه بین خودشون. خب این هیچ محلی از اعراب نداره، هیچ قانونی هم نداره از این نظر، ولی در درون رژیم قرون وسطایی و مادون بورژوایی آخوندها که خصوصیت‌ها و چیزهای فئودالی و مادون بورژوایی داره و از این تیکه‌ها و به اصطلاح اجزای پراکنده‌ای درش هست و نمیتونه اصلا اون حتی تمرکز و نظم و نظام بورژوایی رو در خودش داشته باشه، این تعادل درونی خودش رو و بستن گارد خودش رو در مقابل جامعه در جریان نمایش‌های انتخاباتی میخواد تنظیم کنه و برقرار بکنه. مثلا الان ما میگیم خامنه‌ای دنبال انقباضه، دنبال کاندیدایی همچون مثلا رئیسی هست، برای چی؟ برای اینکه بتونه یه انقباض و یک سرکوبی رو ایجاد بکنه که چند سبایی جلوه قیام ها و بالا گرفتن شورش ها و اعتراضات و اینا رو بتونه با این بگیر و بندی خیلی بیشتر از اون چی که بوده ببنده و در درون خودش هم همه صدا رو خفه کنه، همه رو به بند بکشه، جرایی کنه، حذف کنه و به اصطلاح با یه انقباضی بره جلو. این رو از طریق همین نمایش انتخاباتی میخواد برقرار کنه، یعنی بقیه وحوش رو بزنه کنار، بقیه رو جمع کنه، همینا که الان به جون هم افتادن تو این صحنه باشون هست. خب بدین وسیله میخواد اول صد ببنده
بین خودش و جامعه و نیروهای مقاومت و نیروهای مقاومت سازمان یافته و در درجه بعد تصویه و انقباض بکنه در داخل خودش تو این نمایش. سوال اینه آیا میتونه یا نمیتونه؟ چه تعادلی بین اون و مردم برقرار هست؟ چه تعادلی در درون خودش وجود داره که بتونه موفق بشه این مهندسی رو پیش ببره یا نبره؟ که ما همچنان که به تو اشاره شد در اون پیام رهبر مقاومت هم بود، اگر بتونه طبعا یک انقباضی رو تحمیل خواهد کرد، یه عده رو جراحی کنه، حذف کنه، کنار بزنه، یه قاتل جلاد 67 رو بیاره بر سر کار و قیمت بین المللی داخلیش هم بده، چون یه مذاکراتی الان داره در وین در جریانه، یک مسائلی داره با جامعه بین المللی و یه مسائلی هم داره با جامعه ایران و یه مسائلی داره در درون خودش. اگه موفق بشه خودش رو اینقدر ایزوله کنه بره به سمت چنین انقباضی، خب جوابش رو خواهد گرفت از جامعه و از خارج از خودش و همچنین در داخل خودش. درسته که این کارو میکنه، ولی اونایی که میریزن و ریزش میکنن، الان ببینید یه بساطی احمدی نژاد برای اینا درست کرده که خیلی جالبه. رئیس جمهور 8 ساله و دردونه خودش بوده، الان بعد از ثبت نام میگه اگر منو رد صلاحیت کنین بایکوتتون میکنم. همین الان داره شلوغ پلوغ میکنه تو وزارت کشورم دعوا شد. خب اگر هم نتونه، خب اگه نتونه که بیشتر این گسستگی ها باز میشه. یعنی این از این بابت اهمیت داره، چون اون میخواد به این وسیله یه انقباضی رو پیش ببره. حالا در این کشاکش اگر هم نکنه، هیچ کار نکنه، که همین الان هم در حال حاضر بین خودش و روحانی چه جنگ و دعوایی است. رئیس جمهورش الان هزار میخوان بکنن محاکمه کنن، تو مجلس دارن براش پرونده سازی میکنن برای روحانی، اونم در اوج مذاکرات بین المللی. بنابراین برای تعادل خودش و تعادلش با جامعه مجبوره وارد این بازی بشه و البته پیامداش هم ببینه. خیلی متشکرم، امیدوارم که فرباد پاسخ سوالی رو که مطرح کردن از خلال توضیحات شما گرفته باشن. من می‌خواستم یک سوال یا در واقع دو تا سوال رو در یک سوال از آقای سامه بپرسم که به نوعی از زاویه دیگه همین موضوع رو هم مد نظر قرار میده. آقای سامه، از همه باندهای رژیم گفتیم که تو این نمایش شرکت کردن، از آخوند رئیسی بگیرین تا سرتیپ پاسدار علی لاریجانی تا محمود احمدی نژاد تا دیگر پاسدارانی که به هر حال اسمشون زیاده تا نمیدونم معاون اول روحانی اسحاق جهانگیری و بقیه یه نفرات، سوال اینه که فرق این افراد با هم چی هست و اینکه کدومشون مطلوب خامنه ایه؟ اول یک نکته در مورد سوال که اون دوستمون انجام داد بگم. نظر خامنه ای، نظر واقعی خامنه ای اینه که انتخابات ریاست جمهوری نباشه. اینم یه بار گفت. بله، انتخابات ریاست جمهوری نباشه. یک بار گفت که بیان و مسئله ریاستی رو به پارلمانی تبدیل کنیم. این نظر خودشه. و در حقیقت هم این پدیده انقلاب بهمنه. یعنی ما در این قانون اساسی جمهوری اسلامی یک مواردی داریم که البته بیشترش هم رعایت نمیشه، که اینا به خاطر اینه که انقلاب شد و توی شرایط انقلابی و انتظارات جامعه بود، من جمله همین ریاست جمهوری که هیم محدودش کردن، من جمله در تجدید نظری که تو قانون اساسی کردن بازم محدودترش کردن و من جمله همین نظارت مطلق و نظارت استصوابی که شورای نگهبان داره. این نکته اول که باید بهش توجه کرد. خامنه ای گفت که اگر یه روزی بکنیم این کار بکنیم و از اون طریق انجام بدیم، یعنی فقط مجلس باشه و مجلس بیاد مثلا نخست وزیر انتخاب کنه یا رئیس جمهور انتخاب کنه، به هر حال این مدل ها برن پیش که تا حالا نتونسته و نمیدونم حالا آینده بتونه دست آینده ای داشته باشه نداشته باشه، اینا رو دیگه مسئله دیگری. اما ببینید یکی از این چند تا از این رسانه ها تقریبا تعداد 40 تا اسمو مطرح کردن از این
590 خورده 40 تا اسم مطرح کردن که همشون خیلی مقامات مختلفی داشتن و بعد نتیجه گیری کرده گفته که به احتمال قوی 7 تا از اینا تایید صلاحیت میشن. پیش بینی کرده که حسین دهقان، سعید محمد، ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، سعید جلیلی. حالا ما اگر که بیام کمک کنیم به شورای نگهبان یکی دو تاشون هم حذف کنیم، در تحلیل دو نیرو در مقابل هم قرار میگیرن. اگه این هفتا تایید بشن، بنابراین کسانی مثل تاج‌زاده و اینا و احمدی نژاد حذف شدن، به نظر من اونا حذف میشن، یعنی هیچ امکانی براشون نیست. و حالا باید ببینیم احمدی نژاد چی کار میکنه. احمدی نژاد البته حقوق بازی بلده، میتونه مثلا بگه ما میخواستیم چیز کنیم ولی چون امکان داره مثلا لاریجانی خطر باشه بیام به رئیسی رای بدیم. حالا برای بگذاریم، این و اینهایی که میمونن دو گروه هم که اگه برید سعی خطه میشه رفسنجانی خامنه ای، همونا، یعنی روحانی رئیسی، حالا میشه مثلا لاریجانی رئیسی. اینا مشکلشون با هم چیه؟ مشکلشون سر ولایت فقیه نیست، درست؟ گفتم ما بقیه رو یه عده رو کار نداریم، چون ما که من نمیدونم مثلا فکر کن احمدی نژاد اصلا تو چه پدیده‌ای باید بررسیش کرد، تو یه پدیده در درون هرم قدرت با مشخصاتی که میسازه نیست. یه تیپی خامنه‌ای فکر میکرد باشم یه کارایی کرد، یه سری کارایی کرد. واقعا اون موقع احمدی نژاد را اگه یادتون باشه عراق را اشغال کرده بود آمریکا، خامنه‌ای احتیاج به آدم مثل احمدی نژاد داشت که اووردش و کارایی که میخواست کرد. ولی اینایی که میمونن، این دو گرایش بر سر مسئله ولایت فقیه یعنی حکومت دینی اختلاف نداره. حتی رو شخص خود خامنه ای هم به طور واقعی اختلاف نداره. نه اینکه مثلا تقیه کنند و نمیدونم از این بازی ها، نه ندارن، اختلاف ندارن، بلکه روی مطلق بودن ولایت فقیه مسئله دارن. این یک. دوم، روی مسئله جهانی و به خصوص منطقه‌ای با برخی از سیاست‌هایی که به خصوص سپاه پاسداران پیش می‌بره مخالفن و خواستار یک نوع به خصوص با آمریکا هستن. جا به جا هم میگن که ما در حقیقت باید این را پیش ببریم. یکی گفته بود که حالا یادم نیست کجا تو یکی از این نوشته‌ها نوشته که به نظر میرسه که کلید روحانی برای اینه که در کاخ سفید رو باز کنه، اون دری که بر روش بسته هست رو باز کنه. این به نظر من حالا نه به این شدت، ولی اینا میخوان که تعامل بکنن. خامنه ای و جناحشو میگن نه، ما از موضع قدرت وای میسیم، حالا اگر خواستیم به تعاملی هم کنیم باز از موضع قدرت، مگر جایی که مجبور باشه که خب جای خودشا داره. از این جهت خلاصه کنم، اونهایی که موسوم به اصلاح طلب هستن میرن کنار، احمدی نژاد میره کنار، کسانی که میمونن تو دو تا قطب جا میگیرن، مثلا رئیسی جلیلی و لاریجانی و معاون روحانی. اگه اینا حالا ممکنه تا آخر بیستن یا نه، یا بگن ما در دور قبل مثلا باز معاون روحانی بود ولی رفت کنار، اگر که چنین وضعیتی به وجود بیاد، ما میتونیم این دو قطب یک بار دیگه همون بیانیه که همون اول در رابطه با روحانی شورای ملی مقاومت سازد که همونو بگیم، البته به شرطی که
خامنه ای موفق نشه رئیسی رو بیاره. چون ببینید یکی از مشکلات خامنه ای الان اینه که وزیر کشور جزء باند لاریجانیه، یعنی وزیر کشور آدم نزدیک به لاریجانی هست. اون موقع که احمدی نژاد در آوردن محصولی بود و کسانی که حرف شنوی داشتن از سپاه. الان فضلی خودش برای خودش یه آدمی هست که به این سادگی نمیتونن بارش کنن مثلا دخالت بکنن، مگر اینکه خب بین اینهایی که شرکت میکنن مثلا فرض کنید بگیریم مثلا 5 میلیون شرکت میکنه، حالا هرچی بالاخره هر تعدادی که اینا از خودشون دارن از این جمعیت 80 میلیون 85 میلیونی شرکت میکنه، مثلا ارزیابی این باشه که بین رئیسی و لاریجانی رئیسی میبرد، یعنی رأی میاره تو اون مجموعه خودشون. این یکی اینه. یکی اینه که داستان بد و بدتر باشه لاریجانی ببره، که خب خیلی برای خامنه ای افتضاح میشه. ولی هر کدوم از اینا بیانگر یک خط هستن، نه در کلیات نظام دینی بلکه در مورد مسائلی که توضیح داده. بله خیلی متشکرم از توضیحات مبسوطتون آیه سامه. من پیشنهاد میکنم یک کلیپ کوتاهی رو ببینیم در مورد آخوند رئیسی و سابقهش، بعد از اون برمیگردیم در ادامه همین سال و توضیحاتی که شما دادید یک سالی رو از آقای توحیدی بپرسیم. پس ببینیم با هم. خامنه ای برای بار دوم تلاش می کند رئیسی جلاد 67 را به کرسی ریاست جمهوری نظامش بنشاند، گرچه که یک بار در سال 96 در تلاشی مشابه شکست خورده بود. شدت تنفر از رئیسی حتی در میان باندهای رژیم جایی برای غالب کردن او باقی نگذاشته بود. رئیسی دشخیم جلادی است که تنها هنرش قتل و کشتار انسان هاست. او هیچ تخصص یا آموزش جدی حتی در حوزه آخوندی ندارد. سال 1339 در نوغان مشهد به دنیا آمد. 7 سال بعد به دبستان رفت و تا پایان کلاس 6 ابتدایی درس خواند. سپس به حوزه رفت. 15 ساله بود که به حوزه قم فرستاده شد. در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57 هیچ فعالیتی از او ثبت نشده است. 18 ساله بود که انقلاب شد، در حالی که رئیسی فقط یک طلبه ساده و بی سواد بود که در پایین ترین مدارج حوزوی درس می‌خواند. در همان اولین سال پیروزی انقلاب در شرایطی وارد دادسرای مسجد سلیمان شد که فقط 18 سال داشت. 19 ساله بود که پاداش سرکوبگری‌هایش را دریافت کرد و دادیار کرج شد. هنوز 20 ساله نشده بود که مزد جنایتکاری‌هایش را با منصوب شدن به دادستانی کرج دریافت کرد. چند ماه بعد همزمان دادستان همدان هم شد. توان او در کشتار انسان‌ها باعث ترقیش در دستگاه جانی پرور دیکتاتوری ولایت فقیه شد. در 24 سالگی جانشین لاجوردی جلاد در پست معاون دادستان انقلاب مرکز شد. سال 67 خمینی با دیدن ولع او در کشتار مردم او را مأمور کشتار زندانیان سیاسی در بند کرد. دادستانی کل رژیم، کارپرداز مالی خبرگان پنجم، تولید آستان قدس و ریاست بر قوه قضاییه رژیم، نائب رئیس مجلس خبرگان از دیگر مناصب او در سلسله مراتب آدمکشی های اوست. رئیسی در تمامی این دوران جز قتل و غارت ثروت های مردم ایران و کشتار فرزندان این سرزمین کار دیگری نداشته است. او در آبان سال 1398 وارد لیست تحریم های آمریکا شد و به این ترتیب اولین رئیس قضایی است که حکم تحریم بین المللی دارد. او صادر کننده هزاران حکم اعدام و قطع دست و پا و درآوردن چشم است. رئیسی قطع دست و پا را از افتخارات بزرگ خودش می‌داند. رئیسی اضافه بر جنایت آدمکشی، مدافع تفکیک جنسیتی، مخالف موسیقی و کنسرت و دشمن دانشگاه‌های فعلی است. جنایتکاری که داغ ننگ قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 هرگز از پیشانیش پاک نخواهد شد. جنایتکاری که مورد پیگرد بین‌المللی جنبش دادخواهی است. جنبشی که رسما اعلام کرده نمی‌بخشد و نه
فراموش می‌کند.